وزارتی مدافعه تاجیکستان اخیراً اعلام کرد که نقشه موسمی تیرمایی دعوت به ارتش 40% اجرا گردیده است و تا حال یگون شکایت از سرباز شکار یا به اصطلاح مردمی ابلا و به این نهاد وارد نشده است. هرچند ساکنان با فرستادن نوارها به رادیوی آزادی اصرار می‌ورزند که احاطه‌گیری جوانان همانا ادامه دارد. صبحی امروز همکارانی ما علیشر ظریفی و شهلای عبدالله برای انعکاس این موضوع به نزدیک کمیسریت حربی نویه شومنصور رفتند. ولی یک نواری کوتاه برداشته آنها از شیوه جلب جوانان به ارتش باعث عصبانیت کمیسری حربی شده است. قبل از شروع برنامه من از علیشر جزئیات ماجرا را پرسیدم. در داخل کمیسریت حربی هنگامی که خود کمیسری حربی ما را دید با یک عصبانیت بسیار خشمگین شد، گفتند که کارمندان ما به من رساندند که شما غیر قانونی بنا را به نوار گرفتید. با وجود این که ما میفهمیم که حالا ما بنا را نگرفتیم، فقط کوچه را گرفتیم و در اونجا یک مرشود یک واسطه نقلیات بود که از داخلش جوانهای را آوردن به این طرف، اونها را نوار گرفتیم. اون کس با پافشاری زیاد میگفتند که نه، این کار شما غیر قانونی است. در اینجا حدود 15-20 دقیقه بحث های شد. اون کس حجت های ما را از دست تمام گرفت و هشدار داد که تا زمانی که از وزارت دفاع تاجیکستان با ما هم صحبت نشوند، موافقه نکنند، ما این حجت ها را نمیدیم و شما باید که همراه ما به خود اتاق کاری من روید. سوال دیگری من از علیشر این بود که آیا واقعا در کاری آنها قانون شکنی جای داشت؟ بله شالو، در اینجا من فکر میکنم هیچ عملی غیر قانونی ما انجام ندادیم. ما فقط کاری کسبی خود را کردیم و ما منتظر بودیم که خود کمیسری حربی در خصوص صحبت ها و نوار گرفتن ما چی میگوید. هرچند که اون کس ما را متهم کرد که شما غیر قانونی بنا را نوار گرفتین، اما این را اثبات کردن نتونست و همون یک پارچه نواری که ما داشتیم حتی پیشکش آنها کردیم که اینا ببینید، ما تنها راه و یک مرشود را گرفتیم که در داخل آن جوانهایی بود که آنها را داشته، یک نفر آنها را داشته به سوی کمیسری حربی می بردن. اون کس این عملی کارمندانشان را قانونی دانسته با ما گفتن که نباید شما نوار می گرفتید. همان گونه که همکاران ما گفتند، بعد این بیگومگوها خدمات مطبوعات وزارت مدافع آنها را برای صحبت از نزدیک دعوت کرده است و ما امیدواریم روزهای آینده با مساعدت مسئولان وزارت درباره شیوه جلب نوسکران در موسم تیرمایی امسال گزارشی مفصل بالاخره خواهیم داشت.